درود بر شما همراهان خوب مردم خبر، شما بیننده بخش خبری ساعت 9 هستید. حدود ساعت 20:16 دقیقه دیشب بود که متاسفانه خبر ناراحت کننده در فضای مجازی دست به دست شد. خبر از خارج شدن قطار از ریل میداد در محور زاهدان تهران در منطقه شورو در 100 کیلومتری زاهدان که متاسفانه بعد از اون هم آماری منتشر شد از کشته ها. 5 نفر اعلام شد که متاسفانه خبر مرگشون تایید شد و 35 نفر هم زخمی شدن. تصاویری از امداد رسانی رو براتون آوردم ببینیم. بسیار خوب، شبکه مردم خبر هم به بازمانده های این حادثه تسلیت میگه و حالا اقدامات در دست بررسی هستش که علت این حادثه مشخص شد. تو بخش بعدی بعد شما خواهیم آمد. بریم سراغ خبر بعدیمون. علی عسکری رئیس رسانه ملی که به انتقادات رئیس مجلس به موضوع برنامه های رسانه ملی پاسخ داده. درباره اون موضوع مجلس هم خب من پنجشنبه مجلس بودم و جناب آقای دکتر رجانی صحبت شد و این مطالبشون رو بیان کردم من. اما نمیدونم چرا ایشون یه خلاصه تریبون مجلس اومدن و این رو بیان کرد. هر حال این مطلبی نبود که اندازه رو داشته باشه. ما به هر حال به همه نمایندگان مجلس احترام می‌ذاریم، به مجلس احترام می‌ذاریم، به قانون احترام می‌ذاریم و می‌دونیم که برای حکمرانی خوب قانون خوب لازمه. این قانون هم قانون مهمی بود. بسیار خوب، بریم سراغ خبر بعدیمون که داغ فضای مجازی شد و توسط کاربرها خیلی دست به دست شد. زباله گردی که کم کم داره تبدیل به شغل میشه. من وقتی که این خبر رو دیدم در ابتدا فکر کردم یک شوخی مجازیه داره دست به دست میشه. بعد با کمی دقت متوجه شدم که عضو شورای شهر کرج گفته که کودکان کار رو ما نمیتونیم محوشون بکنیم، اما میتونیم شرایط واسه اونا تسهیل کنیم. به چه شکل؟ لباس متحدالشکلی براشون در نظر بگیریم. متولیان این کار استدلال کردن که این برای اونها میتونه امنیت باشه. اینطور که پیداست کم کم زباله‌گردی داره تبدیل به یک شغل رسمی میشه و میشه گفتش که به زودی گورخوابها و کارتون خوابها هم لباس متحدالشکل میپوشن. ممنونیم از تدابیر حکیمانه بعضی از مدیرها که بر تن مشکلات لباس میکنن. برای همه مشکلات ما دارن لباس میدوزن. بسیار خب، بریم سراغ خبر بعدیمون. خبر بعدی خیلی جالبه، کمی تأمل و دقت هم البته میخواد. توصیه جالب پدرها، مادرها، پدربزرگها و مادربزرگها به جوانها هستش که توی تخت وایت بورد نوشتن. من بعد شما چند تاش رو میخونم. خیلی قشنگ توصیه کردم به جوانها، ببینه شما کدومش رو قبول دارین. گفتن که با خودت رو راست باش، هیچ وقت به کسی دروغ نگو. یکی دیگرشون گفته واسه شادی و خنده و استراحتت همیشه وقت بذار. یکی دیگه هم گفته یه زن مایه‌دار پیدا کن. پدر بزرگ دیگه هم گفته بلند شو یه گل رز بکن. یه نفر دیگه گفته سیگار نکش، همیشه سرت به کار خودت باشه، زندگی سخته، تسلیم نشو. به نظر شما کدومش قشنگ تره؟ به هر کدومش که تأمل میکنی میشه گفتش که هر کدوم در جایگاه خودش میتونه مطلوب باشه برای رسیدن به اون یکی. با
پس خیلی قشنگ گفتم، میتونیم همه اینها رو به کار ببندیم تا موفق، خوشبخت و سربلند باشیم. فرجامتون نیک، با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید.